سلام دوستان، راشد هستم، آسترولوژر شما از هوروسکوپ فارسی و از درون قلب شما دارم باهاتون در مورد 8 آگست 2019 صحبت میکنم. اگر مایل پیگیری مطالب پیج هوروسکوپ فارسی هستید، صفحه اوریجینال هوروسکوپ فارسی رو در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. خب 8/8/2019 از راه رسیده و 8/8 یه عددیه که ما هر سال اون رو تجربه میکنیم و در ویدیوهای قبل گفتم که در این زمان چه شرایطی بین ستاره سیریوس و زمین ما و همینطور خورشید اتفاق میفته، چطور در امتداد هم قرار میگیرند و سیگنال ها و از این صحبت ها رو خیلی کردیم. در مورد رود نیل، در مورد اهرام و اینها هم براتون در ویدیوهای قبلی صحبت کردم و دیگه نمیخوام تکرار کنم. چرا؟ چون اون اتفاق اتفاقی که هر سال میفته، اما 8/8/2019 مثل هر سال نیست. 8/8/2019 زمانیه که حالا ونوس و جوپیتر در زاویه بسیار عالی با هم قرار میگیرن که حدود ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران روز 8 آگست دقیقا در زاویه تراین هستن و در حالی که ونوس در نشان لیو در کنار خورشید، نزدیک به خورشیده و جوپیتر تقریبا روی ایستگاه تغییر حرکت هست که میخواد مستقیم بشه و جوپیتر با ونوس دوتا سیاره مثبت و دلپذیر منظومه شمسی با همدیگه رقص هارمونیک اجرا میکنن. و چه رقصی اجرا میکنن؟ اگر که قلبتون رو باز کرده باشید، اگر که سعی کرده باشید خودتون رو کشیده باشید بیرون از اون سیاه چاله هایی که صحبت کردیم، از بدن احساسی زخم خورده رو سعی کرده باشید که اون رو شفا بدید، التیام ببخشید، اون قسمت‌های مرده رو پوست اندازی کنید، اگر که روی این مسیر همراه شده باشید، 8/8/2019 زمانیه که یونیورس به شما میگه که الان زمان شلیک پرتاب موشک زندگی شما فرا میرسه و این تاریخ رو شما فراموش نمی کنید. 8، 9، 10 اینا همه به همدیگه پیوسته هستن، یکی از تاریخ های بسیار عالی این تاریخ. خب حالا یکم از قبل ترش حرف بزنیم. ماه در نشان عقرب داشت میرفت جلو، رفت و در موردش حرف زدیم که چطور باید تحت تاثیر این انرژی ها خودمون رو در بیاریم از اون چیزهایی که ما رو درگیر کرده. اما بعد از اینکه ماه با این سیارات نشان لیو در زاویه سختی بود، بعد با ساترن در زاویه ساپورت کننده قرار گرفت، بعد با نود شمالی الان که دارم باهاتون صحبت میکنم در زاویه ساپورت کننده هست، نود شمالی در 17 درجه نشان خرچنگ هست و ماه در 17 درجه نشان عقرب و به همین ترتیب میشه که اگر ما با انرژی ترانسفورمیشن عقرب، یعنی تغییر و تبدیل عقرب همراه شده باشیم، حالا ماه در عقرب کمک میکنه که ما بریم به سمت همون نقشی که برای اون به وجود اومدیم، در حقیقت اون نقش‌های مرده رو رها بکنیم، ماسک‌ها رو برداریم و بریم به سمت همون رولی که به ما داده شده، وظیفه‌ای که داریم، به همون دلیلی که به وجود اومدیم، روی زمین اومدیم، بریم به اون سمت و در حقیقت ما هم با این انرژی همراه میشه. تازه بعد از اون یه مقدار میاد جلوتر با نپتون هم به همین ترتیب. بسیار این انرژی عقرب به ما کمک میکنه اگر که ما در فرکانس بالای اون قرار بگیریم که ققنوس شدن، تبدیل و تغییر کردنه. بنابراین همه یونیورس دست به دست هم داده تا این انرژی ها ما رو نجات بده از بسیاری از فشارهایی که چند هفته گذشته اومده، حقایقی که داره رو میشه، اون چیزهایی که داره به شما نشون داده میشه و به شرط اینکه ارزش خودتون رو
ارزش خودتون رو در نظر بگیرید و خود عشق ورزی رو محور اصلی این تحولات قرار داده باشید، میتونید خودتون رو از این شرایط آزاد بکنید. یونیورس بهانه های ما رو نمیپذیره. اینی که من شوهرم بهم خیانت کرده و من اینو میدونم و بهم گفته که من خوب کردم و هر غلطی بخوام میکنم و حالا من میگم خب باشه، حالا من به خاطر بچه ها میمونم توی همون شرایط. میدونید اینها بهانه است، اینها رو یونیورس نمیپذیره. اینها رو دارم میگم برای اینکه مسیج های شما رو میبینم، اما خب به هر حال اینها اون چیزهایی که شما دلتون رو بهش خوش میکنید، اون چیزهاییه که اون باورهاییه که در پروگرام های ذهنی شما فرو رفته که شما باید برای بچه‌تون بمونید و ضربه بخورید، کوچیک بشید، تحقیر بشید، نادیده شمرده بشید، ناچیز شمرده بشید، میدونید. اما الان اورانوس داره میگه که ارزشت چیه. همه حرف ما راجع به ارزش همینه. ارزش هامون چیه؟ بر اساس ارزشمون، بر اساس هسته وجودیمون، اگر که ما تبدیل و تغییر رو شروع بکنیم تحت تاثیر این انرژی ها، اون موقع میتونیم روی اونها موج سواری کنیم در هفته های آینده و کمک میکنه تا 12 سال آیندهمون رو بتونیم اونجوری که این آگست، این هفته دلمون میخواد بنا بکنیم. خب حالا اگر که توی نشان لیو یا کماندار سیاره داشته باشید، این انرژی رو بیشتر از دیگران احساس میکنید، به خصوص اگر در هول و هوش 14-15 درجه نشان کماندار سیاره داشته باشید یا در حدود 14-15 درجه نشان لیو سیاره داشته باشید. مثلا فرض میکنیم یه نفری در 14 درجه نشان لیو ساترن داره، مثلا در خونه 4ش. خب ببینید همین سیارات در خونه 4 لیو، وقتی توی خونه 4 شما میفته، یعنی اینکه زمان اون رسیده که شما باید به فکر وضعیت خونه و خانوادتون باشید تا اون رو اونجوری که قلبتون میخواد، اونجوری که دلپذیره، اون رو اون حالت ایجاد بکنید، تنظیم بکنید، تبدیل بکنید. حالا شاید مکان خونه باشه براتون دلپذیر نیست، شاید ارتباط افراد خانواده باشه براتون دلپذیر نیست، شاید دکوراسیون خونتون باشه براتون دلپذیر نیست، میدونید، شاید شهر محل زندگیتون، هر کدومش ممکنه. اما حالا فرض کنید ساترن هم اونجا باشه، جوپیتر حالا با ساترن شما در چارت تولدتون یا چارت نیتالتون در زاویه عالی قرار گرفته و میگه که زمان اون رسیده که فونداسیون یک زندگی دلپذیر، یک خانه و خانواده دلپذیر رو محکم، اون ستونش رو بکوبی به زمین و شک نکنی که دقیقاً این زمان همون زمان الهیه که شما باید این کار رو انجام بدید. اینو گفتم برای اینکه متوجه بشید که بسته به چارت تولد، خیلی ها این انرژی ها براشون حیاتی تر از بقیه است. این شرایط، شرایط تغییری، حالا به هر حال فرقی نمیکنه که کجا بیفته، خیلی از ماها تحت تاثیر این شرایط باید وضعیت زندگیمون رو، باورهامون رو، خونمون رو، خونوادمون رو، کارمون رو، درآمدمون رو، وضعیت پولیمون رو براش برنامه ریزی بکنیم، بر اساس باورهای جدید، بر اساس تفکرها، پلنهای جدید، استراتژی جدید جلو بریم، به خصوص در مورد مسائل مالی و عاطفی با وضعیتی که ونوس داره، با وضعیتی که ماه در عقرب داشت. ببینید باورها در حال تغییر باید باشه. اینی که من پول خوشم نمیاد به خاطر اینکه پول با زندگی معنوی منافات داره، اینا چرت و پرته، اینا باورهای غلطه، اینا اون پروگرامهایی که به شما داده شده برای اینکه شما تو توهم معنویات باقی بمونید و اونهایی که این مزخرفات رو به خورد شما دادن خودشون از مادیات لذت ببرن و استفاده بکنن. مادیات به شما کمک میکنه که بتونید قدرت عمل داشته باشید، قدرت اجرا داشته باشید، بتونید قدرت استقلال داشته باشید، بتونید آزادی داشته باشید، وابسته نباشید، تو سری خور نباشید، ازتون سوء استفاده نشه به خاطر
نیاز مالی، خودتون رو ارائه ندید به خاطر نیاز مالی. بنابراین این باورها باید تغییر بکنه و فکر بکنید روش، ببینید که با توجه به این انرژی ها با کدوم استعداد درونی شما امکان درآمد بیشتر، برنامه ریزی مالی بیشتر براتون هست. به اضافه این که ببینید که کدوم یکی از رابطه های شما با دیگران در راستای هسته وجودیتون هست یا نیست، و ببینید که آیا اونهایی که اطراف شما هستند در حال این تغییر فرکانس هستند یا نیستند مثل خود شما. چون وقتی که این فرکانس ها تغییر میکنه، برای همه داره تغییر میکنه. بعضی وقتها شما فرکانستون بالا میره و بقیه هم همراه شما بالا میاد، بعضی وقتها اونا بالا نمیان یا شما بالا نمیرید، و این تغییر فرکانس ها در حقیقت باعث میشه که روابط یه مقدار از اون وضعیتی که الان هست خارج میشه، به خاطر اینکه فرکانس و ارتعاش اون رابطه داره تغییر میکنه. بنابراین 8-8 زمانیه که شما قدرت شکستن انرژی های گذشته رو در بالاترین نقطه اوج دریافت میکنید و به شما فرصت داده میشه تا بر اساس قلبتون، اون چیزی که شما رو شاد میکنه، احساس خوشبختی بهتون میده، احساس رضایت قلبی بهتون میده، درهای باز بشه و شما باید اکتیو اقدام بکنید. اقدام بکنید، نه اینکه بشینید تو خونه بگید الهی که این انرژی های تغییری برای من ایجاد کنن. اصلا اینطوری نیست. به خاطر اینکه ساترن و پلوتو و نود جنوبی در نشان کپریکورن بتون رو بستند و ما در یک بتون سخت هستیم و این انرژی آتشین اگر داره به ما کمک میکنه تا از این بتون در بیایم، یعنی این در اومدن باید به شکل اکتیو اتفاق بیفته. یعنی شما باید براش تلاش بکنید، شما براش زحمت باید بکشید، شما باید براش ارتباط ایجاد بکنید، شما باید خودتون از اون منطقه به ظاهر امن زندگیتون بیرون بکشید. ببینید خیلیاتون میدونید که من جایی که بودم رو ترک کردم. شما فکر میکنید که راحت این کار رو کردن وقتی که آدم به ظاهر هیچ مشکلی نداره توی اون قسمتی که هست، و اگر که بخواد ادامه بده به شکل روزمرگی اون همون حالت ادامه پیدا میکنه، و در حالی که میری یه جای دیگه ای که اصلا رو شناختی نداری، فقط بر اساس آسترولوژی من حرکت کردم و بر اساس اعلام حرکتی که جوپیتر به هم داده، و تمام اینها رو دارم به جون میخرم بدون اینکه ارتباطی داشته باشم، بدون اینکه کسی رو اونجا بشناسم، همه رو دارم تازه ایجاد میکنم با آدمهایی که مثلا حتی توی پارک میبینمشون، دارم صحبت میکنم تا بتونم شناسایی کنم موقعیتم رو. پس ببینید دارم اینا رو براتون میگم که متوجه بشید که این انرژی ها از شما اقدام و تلاش و حرکت اکتیو میخوان، نه اینکه بشینید توی خونه. درها رو هم ببندید، پنجره ها رو هم ببندید و فقط اینستاگرام و ویدیوها رو گوش بکنید و اینها، بعدش هم بگید حالا به امید خدا یه مشکلی، یه داستانی درست میشه و یه مشکلی حل میشه و نمیدونم، یا اینکه حالا من تو این گره مشکل گره خوردم دیگه، حتما قربانی باید باشم به خاطر بچه‌م، به خاطر کیاکی. میدونید اینا اینه که ما خودمون مسئولیت پذیر نیستیم، مسئولیت زندگیمون رو نمیپذیریم و الکی بهانه در میاریم، الکی خودمون رو میخوایم دلخوش بکنیم. خیلی ببخشید، خیلی هم خودمون مچل داریم میکنیم و الان زمان اون نیستش که خودمون رو علاف بکنیم. دقیقا زمانیه که باید حرکت بکنید، چه کسی خوشش میاد چه کسی بدش میاد. شما باید مسیر قلبتون رو پیدا بکنید. این یعنی این که هر چیزی که داره شما رو له میکنه، داره به شما فشار میاره و شما دارید احساس میکنید که داره خفتون میکنه و نمیذاره که شما شکوفایی داشته باشید، یعنی اینها در راستای قلب شما نیست. اگر فکر میکنید همه چی خیلی خوب داره پیش میره، همون چیزی که میخواید و دارید رشد میکنید، دارید پیشرفت میکنید، دارید روز به روز خودتون رو بیشتر میشناسید، همه چیز بر اساس هسته وجودی شماست، همه چیز بر اساس هویت واقعی شماست، خب نیاز نداره تغییر ایجاد بشه. اما من مطمئنم که اگر شما روی مسیر یونیورس باشید،
خیلی هاتون این تغییر رو احساس میکنه، چون این تغییر شاید حتی فقط یه تغییر درونی باشه نه تغییر بیرونی، اگرچه که خیلی ها اون رو تبلور بیرونیش رو هم تجربه میکنن. به اضافه این که آیا همه تحت تاثیر این انرژی ها صعود میکنن؟ نه، همه صعود نمیکنن. درسته که هی من جیغ میزنم میگم که اینطوری داره میشه اونطوری داره میشه، من از یک ماه گذشته داشتم میگفتم که ما باید روی بدن احساسیمون کار بکنیم، چون این باعث میشه که ما نتونیم خودمون رو وارد قلمروی جدید بکنیم. یعنی اونهایی که گیر میکنن، گیر بدن احساسی زخم خورده کهنه قدیمی میافتن و در حقیقت وبال گردنشون میشه و نمیتونن حرکت بکنن. بنابراین خیلی از ماها تو همون میمونیم، تو همون ارتعاش کهنه، و قرار نیستش که همه این مرحله رو رد بکنن. من باید این رو بگم صادقانه، اینجوری نیستش که همه رد بکنن و یک سری 12 سال آینده رو دوباره همین درس ها رو تکرار میکنن که 12 سال گذشته کردن. پس هیچ چیزی همینجوری اتفاق نمیفته، خود به خود برای خودش. باید چشم و گوشتون باز باشه، حرکت بکنید، ارتباط بگیرید، صحبت کنید، خواهان تغییر باشید تا بتونید از این انرژی ها به بهترین نحو استفاده کنید. به هر حال اگر قصد تغییر دارید، الان وقتشه. الان زمانیه که یونیورس داره اون سوت آغاز رو میکشه یا اون تفنگ آغاز مسابقه اسب سواری رو داره شلیک میکنه، به خصوص با جوپیتر اسب سواری مستاق پیدا میکنه. هر چیزی که خودتون میدونید، شمارش معکوس شروع شده و بالون ما به زودی باید پرواز بکنه. ما آیا آماده پرواز هستیم؟ دیگه نمیخوام بگم بقیه‌اش رو، امیدوارم که باشیم. با آرزوی موفقیت برای همه شما، با آرزوی روزی پربار برای همتون، نه روزی پربار، روزهای پربار برای همتون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. لوح ناهو مالا هنو.